که ترینینگی که ما امروز شروع میکنیم از ترینینگ A to Z و سعی میکنیم که این ترینینگ زیاد رو ترمینولوژی باشه، یعنی زبانی که ما لازم، زبانی که لازم است که شما باید خوب تسلط کنید، روش کنترل کنید، اینا یاد بگیرید. یواش یواش من میرم همشون رو براتون میگم، بعد با هم چند تا مثالو میزنیم و چند تا چیزا تو اکانت دیمو براتون انجام میدم و امیدوارم که بتونید استفاده کنید. اوکی بچه ها، بارها ما تو لایف هم گفتیم چیزی که هست اینجا، ما پنج تا مارکت بزرگ داریم، یعنی پنج تا بازارهای بزرگ سرمایه گذاری ما داریم تو دنیا. یکیشون بهش میگن استاک مارکت، یکیشون بهش میگن فورکس مارکت، کریپتو مارکت، کامودیتی مارکت، باند مارکت. استاک مارکت یعنی یه بازاریه که اونجا مجموعه سهمای شرکت‌ها رو میفروشن و میخرن، یعنی یه مجموعه است که تو مجموعه فروشنده و خریدارای سهم اونجا هستن و میخرن و خیلی اینا الکترونیکی هم کار میکنه با این تکنولوژی. و بازار دیگه که داریم بازار فورکس است. این بازار فورکس بهش میگن چیزی، یعنی یه بازار دیسنترالایزده، یعنی مثل بازار سهمانی است که همش یه جای باشه، جاهای مختلفی هست. و این بازار ارزای مثلا پول، بازار پول تو دنیا بهش میگن فورکس. فورکس یعنی فورین اکسچنج. اوکی، مثلا دلار و پوند و یورو و تومان و اینا تو اون بازارا میفروشن و میخرن روزی. این یکی از بزرگترین بازارهای دنیا است، به خاطر اینکه پول موقعی که بازارهای مثلا سهم آمریکا بسته میشن یا با اروپا باز میشه، اینا پول از آمریکا میان اروپا، دوباره از اروپا برمیگردن تو آمریکا، همه از این فورکس، از طریق این فورکس یعنی این بازار استفاده میشه. کریپتو مارکت هم همون مثل فورکس دیسنترالایزد است، یعنی اکسچنج های مختلفی داره. خودتون میدونید دیگه، ارزهای دیجیتال هست و این ارزهای دیجیتال هر فورکسی یک اکسچنجی داره. اینا هم تقریبا دیسنترالایزن، یعنی مرکزی نیستن، همشون یه جمع نشده هم، بلکه هر فورکسی یک اکسچنج خودشو داره و قیمت ها روی اون تعیین می شود. اوکی، بازاری که دیگه داریم بهش میگن کامودیتی مارکت. کامودیتی مارکت دو تا بازار کالا است، یعنی کالاهای دو نوع کالا ما داریم تو دنیا. یک کالای سخت میگی، کالای نرم میگی. کالای سخت مثل طلا و آهن و زی و مس و اینا هستن. کالای چیز نرم مثلا شکر و برنج و قند و کافه و این چیزا، اینا این کامودیتی مارکت یه بازاریه که همه چیزایی که از تولید نمیشون، یعنی از طریق یک کارخانه تولید نمیشون، تو این بازار هستش. و این بازار فیوچر هم داره، کانترکت های دیگه داره و اینا، اونجا معامله میشه. باشه، بازار پنجمی که ما داریم بوند مارکت بینگیم، یعنی همون اوراق قرضه که من بارها بهتون نشون دادم. این اوراق قرضه اوراقی هستن که دو نوع، ما بازم اینجا دو نوع بازار داریم، که این که مثلا شرکت ها یا حکومت ها مثلا میتونن یه اوراق قرضه بدن با حکومت انگلیس. چیزه حکومت انگلیس میخواد مثلا پول قرض بگیره از بازار، اینا مثلا اوراق قرض میده بازار، بعد هست بس اونایی که اوراق قرض رو میدن بازار، بعد اونای دیگه هستن که اوراق قرض رو میخرن و میفروشن. بعد اینا اوراق قرض داریم مثلا برای یک سال، اوراق قرض داریم برای 10 سال، اوراق قرض داریم که بالاتر از 10 سال است. اینا یعنی قرضی که حکومت ها یا شرکت ها از بازار میگیرن، به جای این اوراق ها رو میدن با یه بهره مخصوصی. اوکی، پس گفتیم که تریدینگ اکسچنج. اکسچنج یعنی چیز، یعنی همون بورس، همون جایی که گفتیم این بازار ها که انجام میدن. اکسچنج ها چیزن، یه
می بخشید تو بازار اکسین، یعنی همون جایی که این همه عکسی که اینجا می بینید اکسچنج است، یعنی اونجا مثلا سهم‌ها را کموده یا کالا را یا مثلا پولا را می فروشن و می خرن و اینا در هر معمولا هر دولتی تو دنیای بورس مخصوصی داره و بعد این بورس ها خودشون تقسیم میشن به قسمت های مختلفی، مثلا بورس داریم برای فقط فاینانشال، بورس داریم مثلا برای بعضی شرکت های بزرگ مثل آمریکا، مثلا دانجونز داریم که 30 تا شرکت های بزرگ دنیا توش هستن، بعد مثلا بازار S&P داریم که نزدیک 500 تا شرکت های آمریکایی هستن، بعد مثلا یه بورس دیگه داریم که بهش میگن نستک 100، 100 تا از شرکت های بزرگ آمریکا توش هست، همون انگلیس هم همینطوری، مثلا فوتسی 100 رو داریم، یعنی 100 تا شرکت های بزرگ انگلیس توش هستن، بعد فوتسی 250 داریم، یعنی 250، اونم به این معنی هست که 250 دیگه که کمی کوچکتر از شرکت های فوتسی هستن. پس اکسچنج یعنی یه بازار تنظیم شده از برای خرید فروش این کالاها و یا این سهم و یا این ارزهای دیجیتال یا فورکس. اوکی، اکسچنج که تریدینگ اکسچنج یعنی همون به همون معنی است که اونجا میخرن و میفروشن و معامله میکنن. اوکی بچه ها، موقعی که شما معامله میکنید یا مثلا چیز تحلیل های تکنیکی رو نگاه میکنید، گوش میدی اونا، شما خیلی کلمات رو میشنوید، اینا این کلمات شاید براتون آسون نباشه، اما به نظر من انگلیسی اینجا نوشتم، دلیلش این که انگلیسی اینجا نوشتم اینه که شما باید واقعا این کلمات رو انگلیسی یاد بگیرید، یعنی نمیشه که یک کلمه فارسی براش پیدا کرد و که براتون آسون نمیشه بعدن که مثلا شما میخواید تحلیل های تکنیکی یا علم این علمو یاد بگیرید، این یه زبان مخصوص به خودش باید شما یاد بگیرید. اوکی، ده ترمینولوژی که خیلی خیلی عادی هست که خیلی حرف میزنن، یکیش هست بهش میگن لانگ اند شورت، حالا فارسی میشه دراز و کوتاه، داریم بیت اند آسک، سل اند بای، من بهتون الان براتون توضیح میدم هر کدومشون یعنی چی، بعد ما داریم اسپرد، بعد داریم لیکوید، بعد داریم اوردرز. اوکی، من یکی که اینا رو براتون توضیح میدم، بعد اینا خودشون تقسیم میشن به چند قسمت های مختلف، اینا فقط اینا خیلی مهمه که باید شما یاد بگیرید که این ترمینولوژی، این کلمات رو یاد بگیرید. اوکی، حالا اگه بریم لانگ اند شورت یعنی چی. اوکی، ببین لانگ اند شورت یعنی به این معنی از تو موقعی که چیزی میخری، اوکی okay. یا تو یه پوزیشن رو باز میکنی، یه پوزیشن یعنی یه تو میری تو یه معامله، تو اون معامله تو دو حالت رو داری، به جهت معامله تو سرمایه میگذاری، آیا جهت معامله اینه تو سرمایه میذاری که موقعی که بالا بره تو سود ببری یا موقعی که پایین میاد تو سود ببری. اوکی okay. اگه شما مثلا تو یه فیوچر یا یه چیزی که میخواید معامله باز کنید دوست دارید که بالا بره سود ببرید، از حرکتش که جهت بالا بره یعنی سعودی بره که سود ببرید، با اون میگن لانگ. اوکی، لانگ یعنی چیزی که تو سود میبری موقعی که قیمت بره بالا. اوکی، اگه تو بخوای مثلا از یه چیزی سود ببری که قیمتش پایین بره اون موقع میگن شورت. اوکی، پس ما لانگ داریم موقعی تو سود میبری موقعی که قیمت میره بالا، شورت یعنی موقعی که قیمت تو سود میبری موقعی که قیمت میره پایین. حالا چرا بهش میگن لانگ اند شورت؟ تاریخ داستانای مختلفی هست در این مورد، اما من میتونم اینو بهتون بگم، دلیل این که بهش میگن شورت تو بخاطر این که همیشه بازار هدفش اینه که بالا بره، همیشه بازارا هدفشون اینه که بالا بره، حکومت ها مثلا پول میریزن تو بازار که بازار بره بالا، شرکت ها مثلا همه کارهای خودشون رو یعنی همه تلاش خودشون رو میکنن که سهمایشون مثلا تو بازار بره بالا، اینا به خاطر اینکه مدت زمان همیشه همه چیز بالا میره، اگه هیچی هم نباشه مسئله تورم باعث میشه مثلا این سهم بره بالا. اوکی، بس به خاطر این میگن لانگ. اوکی، شورت شما میتونید اینطوری فکر کنید، شورت به خاطر اینکه یه امر کوچیکی داره، یعنی تو یه فرصت کوچیکی برات میاد و فرصت رو استفاده میکنی، مثل امروز
امروز دیدین ما شورت رفته بودیم، بلافاصله شورتمون رو چیز کردیم، قفل کردیم و اینا، امر کوتاهی کرد تقریبا تمامش اگه نگاه کنید 20 دقیقه نیم ساعت نمون دوباره بازار برگشت. پس به خاطر این بهش میگن شورت، به خاطر اینکه تو باید بدونی زیاد تو اینا این پوزیشن ها نباید بمونی، عمرشون کوتاست. اینا به این معنی که تو یه فرصتی برات پیش میاد اون فرصت رو استفاده میکنی و دیگه بیرون میری. یا اینکه بعضی دفعه اتفاق میفته مثلا تو هج میکنی، مثلا تو یه چیزی تو خریدی، مثلا بگی تو ارزهای دیجیتال مثلا بیت کوین خریدی، ایتر رو خریدی، اونا بعد یهو تو میبینی یه اتفاقاتی شرایط بازار عوض شده، اینا تو میخوای مثلا بری رو شاخص ارزهای دیجیتال مثلا شورت کنی، یعنی موقعی که این شاخص پایین میره، موقعی که اینا ریزش میکنه تو موقع استفاده میکنی، اما بلافاصله موقعی که تو سود خودت رو بردی باید بیرون بری. اینا تکنیکای خیلی مخصوصی هستند که باید خیلی خیلی مواظب باشی. بس اگه خلاصه کنم اینجا، لانگ یعنی موقعی که تو سود میبری موقعی که قیمت بره بالا، شورت تو سود میبری موقعی که قیمت میاد پایین، تو ضرر میکنی موقعی که قیمت بره بالا. اوکی، لانگ هم موقعی که قیمت بره بالا تو سود میبری، اگه قیمت بیاد پایین تو ضرر میکنی. اوکی، بس این لانگ اند شورت اینو در نظر بگیر. حالا چیزی دیگه که هست بهش میگن بیت ask your sell and buy. بید یعنی اونایی که میخوان بخرن. اوکی، یعنی تو میخوای بخره، اونایی که میخوان بخرن. ask یعنی اونایی که میخوان بفروشن. اوکی، این بید و ask در نظر داشته باشی. بعضی دفعه بهش میگن sell and buy. تو ارزهای دیجیتال اگه ببینی بیا میگن sell and buy، تو فورکس فکر کنم بهش میگن بید and ask، بستگی داره که کجاست. اما بید به این معنی است سل پرایز، یعنی قیمتی که تو میتونی بفروشی، یعنی اون قیمتی که تو میخوای بفروشی بید است، اون قیمتی که تو میخوای بخری آسک. پس بید اند آسک اینو در نظر بگیرید. اوکی، چیز دیگه است که خیلی خیلی جالبه بهش میگن سپرد. ببینی سپرد به معنای فرق بین خرید و فروش، فاصله که بین خرید و فروش است بهش میگن سپرد. اوکی، اونایی که مثلا بازارهای مثلا بعضی دفعه شما تو این کلاب هاوس و اینا میشنوید که میگن اسکاپلر، این اسکاپلر ها این کارو میکنن، یعنی معاملات با این سپرد ها میکنن، با اون فرقی که بین، یعنی اینقدر کوچک سود میبرن یا اینقدر کم زیان میکنن، فقط از این اسپرید استفاده میکنن که سودای خودشون رو که معاملات برای معاملات خودشون. حالا اگه نگاه کنید، یه اگزامپلی من اینجا دارم، تو این اگزامپلی اگه نگاه کنید اپل رو من زدم. اپل در حال حاضر مثلا تو میخرن، یعنی اگه تو بخوای بخری، اگه تو بخوای بفروشی 135 دلاره، اگه تو بخوای بخری 137. بس اسپرید اینجا چند میشه؟ اسپرید میشه فرق خرید و فروش. حالا اسپرید اینجا تقریبا دو نقطه هست، یعنی چند؟ 137، اگه منهای 135 بکنی میشه 2، یعنی اسپرید دو هست. اما همیشه موقعی که شما معامله میکنی ببینید آیا یه چیزی که شما معامله میکنی، مخصوصا تو فیوچرا، تو سی اف دیز، تو اسپرید بیدینگ و اینا که شما میخرید، باید نگاه کنی آیا این اسپرید زیاده یا نه. اگه اسپرید زیاد باشه شما باید این کارو نکنی، به خاطر اینکه همین که تو میخری بلا فاصله نزدیک 10-20% تو ضرر میکنی اگه بفروشی. پس اسپرید همیشه در نظر ببینی، یعنی اسپرید یه چیزی که شما باید در نظر بگیرید که اوکی اگه من الان بخرم همین دقیقه بفروشم چقدر ضرر میکنم. این خیلی خیلی مهمه. شما اگه یه چیزی که اسپریدش خیلی خراب باشه، تو مثلا میری میخری اسپرید 4%، تو باید وای 4% تا اینکه تو صفر بشی. این کارا رو نکنید. اما چیزی که هست بهش میگن لیکوید، the more liquid the less spread. اون سهم‌ها، اون چیزایی که لیکوید زیادی دارن، یعنی اونایی که تو بازار معاملات زیادی باشون میشه و خیلی زود میتونی بفروشی و بخری، اینا مثل اپل اینا همیشه اسپریدشون کمه. اما اونایی که لیکوید ندارن مثل شیت کوین و اینا، همیشه اسپریدشون خیلی زیاده، به خاطر اینکه
خطرشون خیلی زیاده. و اونایی که مثلا فیوچر رو بهتون میدن، حالا موقعی که خود کوین رو میخری یه چیزی دیگه، موقعی که تو فیوچر رو اینا رو میخری اگه نگاه کنی، یا مثلا سیو دی رو میخری یا مثلا اسپرید رو میکنی اونا رو ارزهای دیجیتال، اگه نگاه کنید ببینید برای شیت کوین ها اسپرید خیلی خیلی بالاست. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که این ابزار رو بهتون میدن، این ابزار معامله بهتون میدن، میخوان خودشون رو اونجا چیز کنند، تأمین کنند که اتفاقی که ضرر نکنند. و از اسپرید شد فرق بین خرید و فروش. اوکی، قیمت خرید و قیمت فروش فرقش چنده؟ همیشه تو معاملاتتون اسپرید رو در نظر بگیرید قبل از اینکه شما وارد معامله بشید. اوکی، با خاطر اینکه اون خیلی مهمه. نگه شما باید خیلی وای بستید و خیلی ضرر کنید، یا مدت خیلی زیاد طول بکشه تا اینکه شما بتونید به همون قیمتی که خریدید به همون قیمت بفروشید. اسپرید خیلی خیلی مهمه. اوکی، بعدش ما گفتیم لیکوید چی است. همون لیکویدو که خیلی دفعه شما از ما میشنوید، از عزیزان دیگه میشنوید، اینا لیکوید. لیکوید ببین، لیکوید به این معنی است که اون بازاری که تو کار، بازاری که تو داری میخری، اون بازار چقدر قابلیت رو داره. مثلا نگاه کن، تو موقعی میخوای شیت کوین رو بخری، باید به این ور اون ور نمیدونم، بعضی فورکس ها رو پیدا میکنی، اصلا خودت هم نمیدونی این فورکس ها از کجا هستن. این به این معنی است که اینا لیکوید نداره، این به این معنی است که یه بازار خوبی ندارن، یه بازار امینی ندارن، یه بازار تنظیم شده ندارن. اوکی، پس این یکی از نقاطی که لیکوید شما باید در نظر بگیرید که آیا این بازاری که من میکنم مثلا بیت کوین لیکویده. چرا؟ به خاطر اینکه هر جایی که تو بری میفروشی میخری، هر ولیتی تو ببری، هر ولیتی ببری دوباره برگردی، مشکلی نداری، تو میتونی راحت بفروشی و بخری. اما تو نگاه میکنی مثلا میری شیت کوین رو میخری، تو از اونجا میبری یه ولت دیگه، نصف از اون پول ازت میگیرن. چرا؟ به خاطر اینه که لیکوید ندارن، اونا میخوان از این طریق پول ازتون بگیرن. حالا چیزی دیگه در لیکوید اینه که تو چطوری میتونی یعنی صاحب شدنش رو یعنی ترانسفر کنی، یعنی چطوری تو میتونی بفروشی، چقدر زود تو میتونی بفروشی، چقدر زود تو میتونی بخری. ببین اینا چیزای خیلی مهمه. موقعی که من همیشه میگم لیکویدو شما در نظر بگیری، اینه که اگه یهو خدای نکرده یک کراشی بیاد تو بازار، اوکی، شما هیچ موقع نمیتونید اون شیت کویناتونو بفروشید، به خاطر اینکه لیکویدو ندارن. اینقدر آسون نیست که شما بتونی بفروشید. این یه واقعیت، هنوز چنین چیزی اتفاق نافتاده. منتها موقعی که اتفاق میفته میبینی از آسمون دنبال یه خریدار میگردی، خریدار رو پیدا نمیکنی. باز اینو بهش میگن لیکوید. اوکی، موقعی که من بهتون میگم آقا برید لیکویدای چیزو بخرید، لیکویدای ارزای دیجیتال که لیکوید خوبی دارن بخرم، مثل بیت کوین و لایت کوین و ایثر و اینا، به همین معنا است که موقعی که اتفاق چیزی بیفته تو بتونی بفروشی. حالا تازه نه اون، اگه بیاد مثلا یه معاملگر حرفه‌ای بخواد، خیلی قشنگ میتونه باتون بازی کنه و خیلی قشنگ میتونه اون طرف که میخره اینقدر سایزش کوچیکه میتونه بفروشه و دوباره ازتون شما را شکار کنه، همون چیزهایی که ما قبلا گفتیم. چیزی دیگه که تو لیکوید مهمه که در نظر بگیری، مثلا اوکی چقدر طول میکشه تا من اینو به پول دوباره به پول بر بفروشم، یعنی پولای خودم رو دست برم، چقدر طول میکشه که اینو این فروخته بشه و اینا. ببین این لیکوید خیلی خیلی مهمه. باز این هم یه موضوع دیگه تو لیکوید که باید در نظر گرفته، اوکی اگه اتفاقی بیفته، اگه چیزی اتفاق بیفته، آیا چند روز یا چند سال یا چند مدت میکشه تا من پولم، تا من بتونم یه فروشی رو پیدا کنم که مثلا این چیز ازم بخره، من بتونم پولمو برگردونم. لیکوید به این معناست، خیلی خیلی موضوع مهمیه لیکوید. اوکی، حالا چیزی دیگه ما که داشتیم سفارش رو میگن، اوردر رو میگن. اوکی، اوردر یعنی سفارش، سفارشایی که شما برای خرید فروش میذاری. اوکی، ما تقریبا 7 نوع سفارش داریم تو بازارهای مختلف. اوکی، ما یه سفارش داریم بهش میگم مارکت اوردر، داریم limit buy order, limit sell order, limit stop limit order, buy stop limit order,
stop order and trailing stop order. Okay, اینا رو همشون یک به یک براتون میگم، بعد یه اگزامپلی براتون میگم، یه مثالی براتون میگم که خوبتر یاد بگیرید. اینا خیلی چیزای مهمی هستن که شما در نظر بگیرید. فکر کنم بچه ها اینجا این یه چیزی بود که اوکی. Anyway. عزیزان مارکت اوردر بی معناست که تو موقعی که یه سفارش میفرستی، تو اون سفارش رو یهو تو بازار میفروشی، میگه اوکی هر قیمت فعلی که باشه برای من با اون قیمت بخر. یعنی تو چه هیچ قیمتی را مشخص نمی‌کنی که بگی اوکی من با این قیمت می‌خرم، تنها اگه این قیمت باشه و از این قیمت کمتر باشه من می‌خرم. مارکت اوردر یعنی همین که تو میفرستی بلافاصله، چه هر قیمتی که اونجا بگیره اون برات میخره. شما باید مواظب باشید مارکت اوردر، مخصوصا موقعی که بازار در نوسانات یا حرکات بدی یا بازار داره سقوط میکنه، اینا مارکت اوردر رو نذارید. به خاطر اینکه مخصوصا تو ارزهای دیجیتال، به خاطر اینکه این اکسچنجایی که کار میکنه دیسنترالایزن، مرکزی نیستن، اینا احتمال داره بلافاصله تو بری مثلا یهو یه لحظه یه اتفاقی بیفته، یه قیمتی باشه که خیلی خیلی براتون گران تموم بشه. اینا مخصوصا تو ارزهای دیجیتال به نظر من از مارکت اوردرا خیلی خیلی دوری کنید. اوکی مارکت اوردر به خاطر اینکه موقعی که تو میره سفارشت میره تو اوردر بوک، تو نمیدونی اون لحظه اون ثانیه چه قیمتی هست، چه قیمتی باشد، خیلی خیلی کمتر از اون قیمتیه که تو فکر میکردی. اوکی بس مارکت اوردر یعنی سفارشی که شما بلافاصله که میفرستی تو بازار، دیگه هر قیمتی اونجا اون براتون بخره اون قیمت دیگه شما باید اونو قبول کنید. اوکی لیمیت بای اوردر، لیمیت این فهم میکنه، این یه سفارشیه که تو میگی اوکی برای من از این قیمت یا از این قیمت یا از این قیمت پایین‌تر بخر. اوکی تو سفارش میفرستی تو اوردر بوک، تو سفارش میفرستی تو اکسچنج، اما تو یه شرطی گذاشتی که فقط به شرطی اینو برای من بخر موقعی که میرسه اون قیمتی که من گذاشتم یا از اون قیمتی که من کمتر از اون قیمت. اوکی بس این برای بای اوردر. سل اوردر درست برعکسه، سل اوردر برعکسه، تو میگی اوکی موقعی که میرسه این قیمت، این قیمت بالا میره، این قیمت یا از این قیمت برام بفروش یا از این قیمت بالاتر برام بفروش، به خاطر اینکه تو داری میفروشی دیگه، تو داری یه چیزی داری میخوای بفروشی از سود استفاده کنی. اوکی پس بای اوردر و سل اوردر فقط فرقشون اینه که موقعی که تو یه قیمت رو مشخص میکنی، برای بای اوردر اون قیمت و هر چی که کمتر باشه اوکی است براتون خریده بشه. موقعی که سل اوردر یعنی اون قیمتی که شما مشخص کنی و هر قیمتی که بالاتر از اون قیمت باشه، از اون سطح باشه، براتون چیز کنه بفروشه. پس فقط فرقشون اینه که بالا یا پایین. اوکی سل استاپ لیمیت اوردر، سل استاپ لیمیت اوردر و بای استاپ لیمیت اوردر هر دوتاشون سفارشای مثل بای اوردر و سل اوردر هستن. فرقشون اینه تو برای سل اوردر مثلا میگیم تو یه بیت کوین خریدی، موقعی که تو خریدی مثلا میری تو یه سل اوردر میگی اوکی موقعی که اگه قیمت اومد اگه قیمت پایین اومد به این حد رسید چیز کن برام اون موقع به این قیمت بفروش. اوکی به این قیمت بس تو یه تریگر و یه شلیک رو میذاری، یه تریگر رو اونجا میذاری، بعد یه قیمت رو میذاری. اونی که اتفاق میفته، چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته موقعی که تو اوردر رو تو مثلا بگیم تو بایننس گذاشتی، چی میشه؟ موقعی که قیمت رسید به اون قیمت استاپت، رسید به اون قیمت استاپت، اون موقع بایننس چیکار میکنه؟ سفارش تو رو برمیداره تو بایننس، میذاره تو اکسچنج، یعنی میذاره تو اوردر بوک. موقعی که گذاشت تو اوردر بوک با اون لیمیتی با اون قیمتی که شما مشخص کردید که بهش فروخته بشه، با اون قیمت میذاره تو بازار رو میفروشه. اگر با اون قیمت رسید میفروشه. بای اوردر هم دقیقا همون داره، فقط
جهتاشون فرق میکنه. پس عزیزان موقعی که استوپ رو میبینید، لیمیت رو میبینید، استوپ اینطوری فکر کنید، استوپ مثل یه تریگر، تریگر یعنی تریگر یعنی یه شلیک، مثل تفنگ یه شلیک میشه، شلیک میکنه اون موقع به اوردرت، موقعی که با اون قیمتی که تو استوب گذاشتی، موقعی که قیمت با اون قیمت میرسه، میرسه چی میشه؟ سفارش شما میره تو اوردر بوک. اوکی؟ موقع درست برعکس، اگه مثلا برای بایم همینطوری، بس اون استوب و لیمیتو شما مثل تریگر و لیمیتو استفاده کنیم. به نظر من نمیدونم، تریگر بهتر معنا میده تا استوب و لیمیت. اوکی؟ استاپ اوردر دیگه این یه مخصوصا اینا تو استاپ لوس استفاده میکنه، یعنی موقعی که تو سی اف دی یا مثلا تو بازارهای بورس و اینا که تو استفاده میکنی، موقعی که به اون میرسه دیگه بلافاصله همون تو بازار هستی، یعنی اینطوری نیست که تو بازار نیستی، بلافاصله از اونجا دیگه استاپ میکنه برات، اگه سل باشه میفروشه، اگه بای باشه برات میخره. اوکی؟ trailing stop order یعنی اینا استاپ لوس هم برای استاپ لوس استفاده میکنن، موقعی که تو میخوای سودای خودتو چیز کنی، سودای خودتو قفل کنی. اوکی؟ من یه استاپ اوردر اینجا براتون با مثال میگم، trailing stop order رو برای مثال براتون میگم که شما هم استفاده کنید، میتونید اینا رو با دست هم انجام بدید. این تریلینگ استاپ معمولا اتوماتیک کار میکنه، اما شما میتونید از این استفاده کنید برای اینکه تو بتونید سودای خودتون رو قفل کنید. من قبل از اینکه برم این اوردر رو چیز براتون نشون بدم، من میخوام اون استاپ اوردر رو براتون نشون بدم، بخاطر اینکه اون خیلی خیلی مهمه که شما بدونید چجوری سوداتون رو قفل کنید. اوکی؟ ببینیم بچه اینجا اگه شما نگاه کنید، موقعی که من بهتون میگم سوداتون رو قفل کنید، این موضوع. اوکی؟ ببین ما یه چیزی میخریم 20 دلار، این شماره یک. اوکی؟ شماره یک رو 20 دلار میخریم، بعد یه جای اینجا ما استاپ لوس منو گذاشتیم. اوکی؟ بعد یهو شروع میکنه میره 22 دلار. اوکی؟ میره به 22 دلار، ما چیکار میکنیم؟ این خط قرمز که اینجا میبینید قیمت است. اوکی؟ خط سبز که اینجا میبینید استاپ لوس. اوکی؟ بعد ما چیکار میکنیم؟ ما استاپ لوس ما اونو از اینجا که زیر یک بود برمیداریم میاریم شماره سه. اوکی؟ میاریم شماره سه، یعنی نگاه کنید این دفعه چه اتفاقی افتاد. این دفعه به این معناست اگه بیاد قیمت افت کنه یا ریزش کنه و اینا برسه اینجا، دیگه برای من فروخته میشه، اونجا تقریبا نزدیک یک دلار میشه دیگه، نصف اونه یک دلار من سود بردم. یعنی اینجا من چیکار کردم؟ من نه اینکه زیان ضرر نمی کنم اینجا، بلکه یک دلارم چیز کردم، قفل کردم برای خودم. اوکی؟ حالا بگیم دوباره قیمت میره بالا، قیمت میره بالا، میاد اینجا، میرسیم اینجا. اوکی؟ چیکار میکنم؟ این دفعه من استاپ لوزمو میارم تو منطقه 4. اوکی؟ استاپ لوزمو میارم تو منطقه 4، اونجا میذارم، بعد نگاه میکنم ببینم دوباره میره بالا. ببین قیمت میره بالا و پایین، باشه؟ فرقی که هست اینجا قیمت میره بالا و پایین، اما چیز استاپ لوز نمیره بالا و پایین. استاپ لوز همیشه باید شما بالا برید، پایین نیایید، دست نزنید بیارید پایین، به خاطر اینکه تریلینگ استاپ لوز همیشه بالا میره، پایین نمیاد. حالا نگاه کن، قیمت از اینجا میاد پایین، اوکی، ما هیچ مشکلی نداریم، همون استاپ لوزی که اینجا داریم 4، همون استاپ لوز رو دست نمیزنیم، قیمت میاد پایین، بعد شروع میکنه یواش دوباره حرکت میکنه تا میرسیم اینجا 5. اوکی؟ همین که رسیدیم اونجا 5، ما چیکار میکنیم؟ ما این دفعه استاپ لوزمون رو از 4 برمیداریم میاریم اینجا، میاریم اینجا شماره 6. اوکی؟ میاریم اینجا، بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا این میره بالا یا نمیره بالا. باشه؟ همین که نگاه میکنید دیگه یه اتفاقی میفته، یه چیزی میاد، ما 24 دلار رسیدیم. باشه؟ بعد این قیمت شروع میکنه پایین میاد، شروع میکنه پایین میاد، شروع میکنه پایین میاد، شروع میکنه پایین میاد، به خاطر این که گفتیم استاپ لوز حرکت نمیکنه اگه شما بهش هم دست نزنید، یعنی اگه شما دستی این کارو بکنید، به خاطر اینکه حرکت نمیکنه با قیمت حرکت نمیکنه. نگاه کن از اینجا که ببینی تا اینجا استاپ لوز همون ثابت و ثابت وایساده، اما قیمت داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، تا اینجا میرسه، اینجا میرسه بام میفروشه براتون، میفروشه. این به چه معناست؟
این به من این معنی از اوکی تو همیشه چیکار کردی، تو دیگه لازم نیست با خودتو نگران کنی هر روز ببینی قیمت نشون ده. این چیکار کردیم؟ ما 23 دلار رو اینجا قفل کردیم، چیزی که ما از دست دادیم فقط 1 دلار بود. پس بچه ها این استابلوزی که من اینو عمدن براتون اینو گذاشتم تا اینکه یاد بگیرید که این چطوری کار میکنه، این خیلی خیلی مهمه. اوکی رو این فکر کنید. باشه حالا اگه بریم اوردرا رو من یه دمو اکانت اینجا گذاشتم براتون. من نمیدونم این خطا، نمیدونم چرا اینجا میان بالا تو این چیز، خبر ندارم. به هر حال ببینیم بچه ها این مثلا اپله. اوکی من میخوام الان اوردر رو بذارم. اوکی اگه اینجا نگاه کنید دیل رو بذارم، دیل ببین این سیل است. اوکی این بای سیل، اگه من سیل رو بزنم یعنی شورت میرم. اوکی یعنی شورت میرم، یعنی من میخوام اون معامله که من اینجا میکنم من شورت میکنم، به این معناست که اگه بالا بره من ضرر میکنم، اگه پایین بره من سود میبرم. اگه من رو این بای کلیک کنم اون موقع به چه معناست؟ به این معناست که اگه بالا بره لانگم اگه بالا بره من سود میبرم، اگه پایین بیاد من ضرر میکنم. حالا بگیم مثلا ما یه لانگو بزنیم. اوکی لانگو بزنیم، بعد اینجا ما میگیم 100 تا اپلو میخوام بخرم. اوکی 100 تا اپلو میخرم، چیزی که اینجا هست بهش میگن استاپ، اینجا یه لیمیت داره. اوکی لیمیت تارگته. اوکی لیمیت اینجا تارگته. من چی میگم؟ من میگم اوکی اگه 150 نقطه رفت پایین، اگه ضرر رفت 150 نقطه یعنی 150 پنس پایین رفت، برام بفروش. ببین به من میگه میگه طبق این قانون، طبق این استابلوزی که تو گذاشتی 150 دلار ضرر میکنی. حالا ما چه گفتیم؟ ما تو استراتژی ها گفتیم که باید همیشه نسبت ضررت با پاداشت از یک زیادتر باشه. حالا اگه از یک زیادتر باشه یعنی چی؟ یعنی ما باید پاداشمون از 150 زیادتر باشه دیگه. اوکی حالا 150 مثلا ما میگیم اوکی اگه 200 رسید برام بفروش. اوکی ببین من اینجا چیکار کردم؟ من 150 تا ضرر میکنم اگه تصمیمم غلط باشه، اما اگه تصمیمم خوب باشه من 200 دلار رو سود میبرم. اوکی ببینیم بچا اینجا نشون میده به من میگه ببین اینجا تو داری میخری. اوکی اما اینجا قیمتش، اما نگاه کنید داره میرقصه. چرا؟ به خاطر اینکه من مارکت اوردر رو میزنم، به خاطر اینکه من هیچ قیمتی مشخص نکردم که من میخوام با این قیمت یا کمتر از این قیمت بالاتر از این قیمت بخرم. اوکی موقعی که اینطوری ببین، به خاطر اینکه این اپله، به خاطر اینکه اپل لیکویدش خیلی خیلی بالاست، ثانیه و دقیقه نگاه کنید چطوری داریم میرقصه، میگه یعنی تو با این قیمت الان قیمت اینه. حالا ببینی اگه من اینجا پلیس کنم، اوکی پلیس کنم بگم بخره دیگه، بلا فاصله اون قیمتی که تو بازار میخره الان خرید، الان برای من خرید، میگه اوکی من خریدم با این قیمت. اوکی حالا اگه برم اونجا نگاه کنید بچه ها، الان خریدم بخاطر دیگه بلا فاصله من تو چیز گفتم اوکی خریدش. اوکی اینو بهش میگم مارکر اوردر. مارکر اوردر خیلی خیلی خطرناکه اگه شما استفاده کنید برای ارزهای دیجیتال، به خاطر اینکه سیستماشون فرق میکنه با این بازار. حالا اگه بریم مثلا این دفعه بگیم لیمیت رو بزنیم. اوکی حالا بخواییم شورت بریم، شورت اوکی شورت بریم، دقیقا همونو بزنیم، بگیم که نه نمیخوام شورت برم، به خاطر اینکه اگه شورت برم الان اون دیگه رو کنسل میکنه، باید یه سیتینگ رو اینجا بکنم، چیز نمیکنم. حالا اگه بریم تو اوردر، اوکی تو اوردر این دفعه تو اوردر من این دفعه شورت میرم. اوکی شورت میرم، میگم اوکی 150 تا اپل رو من میخوام، بعد لولش رو این دفعه به خاطر اینکه اوردر لیمیت رو میذارم، اوکی لیمیت رو میذارم، چی میگم؟ میگم اوکی این دفعه برای من با این قیمت بخر. حالا من برم بالا، ببین من میتونم اینجا هم برم بالا. اوکی من میگم اگه اینجا رسید، یعنی اگه این قیمت رسید برای من، اگه این قیمت رسید یا بالاتر از این قیمت باشه برام بخر. چرا؟ به خاطر اینکه من شورت میرم، لانگ نمیرم. اوکی اگه این به این معناست. اوکی این لیمیت رو گذاشتم. حالا
چیزی اینا رو من دوباره میام براتون میگم که این به چه معنا است. اوکی الان چیم باید بذارم؟ بگم استوبلوزم. اوکی چقدر من میخوام زیان ببرم اگه این تصمیم؟ من 100 میذارم، 100 تا نقطه میذارم. ببین اینجا این دفعه استوبلوز رفت بالا، استوبلوز رفت بالا برعکس دیگه بود. چرا؟ به خاطر اینکه من اینجا شورت میرم، لانگ نمیرم. اگه بره بالا من ضرر میکنم. اوکی حالا بگیم اگه اومد پایین 150 تا من سود ببرم. نگاه کن الان اومد پایین، چرا؟ به خاطر اینکه موقعی که پایین بیاد من سود میبرم. این فرق چی بود؟ این اوردر، این فرقش این بود که فقط من قیمت رو مشخص کردم، گفتم یا با این قیمت برام بخر یا بالاتر از این قیمت اما پایینتر از این قیمت برای من نفروش. اوکی حالا بچه ها اگه ببینید اینجا مثلا لانگ برم چی می اتفاق میکنه؟ خوب نگاه کنید چه اتفاقی اینجا میفته. باشه نگاه کنید چه اتفاقی، من لانگ میرم، الان میگم لانگ، ببین چه اتفاقی افتاد. این اتفاق افتاد که اگه این دفعه پایین بیاد من ضرر میکنم، اگه بالا بره من سود میبرم. اوکی دوباره براتون میذارم، نگاه کن من شورت میرم، نگاه کنید به این نگاه کنید چه اتفاقی اینجا میفته، چطوری این رنگ میره اینجا، این میره بالا. نگاه کن به خاطر چی؟ به خاطر این که جهت بازار رو من، جهت سرمایه گذاری خودم رو عوض کردم. نگاه کنید. اوکی دوباره برم اینجا. اوکی حالا اگه ما الان ببین عزیزان، الان اگه من اینو بزنم به من میگه استاپ اوردر. چرا؟ به خاطر اینکه اون قیمتی که من میخوام بالاتر از قیمت فعلی است، به خاطر همین میگه استاپ اوردر، بالاتر از قیمته. اوکی اما اگه من اینو بزنم میگه لیمیت اوردر. حالا اگه بزنم میره تو بازار. اوکی نگاه کن اینجا بهتون نشون بدم. ببین الان این خریده نشد، بذار اینو چیز کنم ببندم. ببین الان این خریده نشد، این الان رفته تو بازار، تو بازار وای میسته تا زمانی که به اون قیمتی که من گذاشتم به اون قیمت برسه. اگه تا زمانی به اون قیمت نرسه برای من نمیخره. بچه ها اگه نگاه کنید در حال حاضر من 5 دلار سود میبرم از چیزی که من خریدم، 5 دلار دارم سود میبرم. حالا بذار اینو کلوز کنیم. اوکی ببین من الان کلوز میکنم، 5 دلار سود میبرم. چیکار میکنم؟ بازم همینطوری فقط پلیس میکنم. اوکی پلیس اوردر میکنم، چیز نه اینجا میرم. الان چیز کردم، چی شد؟ نه میبخشید دوباره یکی دیگه خریدم. اما اگه ببینیم من کلوز کنم اینو، الان من فروختم اینا را با یه سود کمی فروختم. اوکی باز این مسئله اوردرها امیدوارم که فهمیده باشید. فقط چیزی که اینجا تو اوردرها مهمه، این استوبلوز یادتون نره، بخاطر اینکه این استوبلوز خیلی مهمه. اوکی چیزی که در مورد اوردرها که میبینید، اگه مثلا نگاه کنید بچه ها، اگه دوباره بر من برگردم اینجا، یه چیزی بود اینجا، مثلا اگه من برم اوردر اینجا به من میگه ببین کی اکسپایر بشه، یعنی تا کی این اوردرها تو بازار باشن. باشه اینا بهش میگن order time. اوکی اگه من برم اینجا order time رو، تایمینگ رو نگاه کنم، ما order داریم که برای روزانه تو میتونی بذاری، ما orderی داریم که میتونی اونجا بذاری تا موقعی که تو cancel کنی، یعنی اونا تو exchange میمونن، تو order book میمونن تا زمانی که تو cancel نکرده باشی. order داریم که تو بهشون میگی اوکی immediate or cancel. این به این معناست که بلا فاصله برات بخره، یا اگه نتونست بلا فاصله برات بخره باید کنسل کنه. یعنی اگه چطوری بگم، اگه مثلا تو 100 تا اپل خواستی، 100 تا اپل مثلا تو میگه 100 تا برای من بخر، اون امیدیتلی مثلا 50 تا رو میخره اما میگه 50 دیگه وجود نداره، چیکار میکنه؟ اون 50 دیگه رو کنسل میکنه. اوکی بعد یه تایم دیگه داریم بهش میگم all or none، یعنی تو موقعی که اوردر رو میفرستی بهش میگه یا همشو برام بفروش یا همشو برام بخره یا هیچی از اینا رو برام نکن. یکی دیگه داریم فیلد اند کیل، اینا خیلی با سرعتن، یعنی اونایی که خیلی اکتیو هستن تو بازار، اینا هم بازم همون قانونا داره که مثلا تو در حال حاضر میدی تو اوردر بوک
سفارش میفرستی و بهش میگی بلا فاصله اینو برای من انجام بده. اگه نتونستی، اگه مثلا بگین تو 100 تا رو خواستی از اپل، بعد بهت میگه اوکی 80 تا الان میخرم اما 20 تا نیستن، اون میگه دیگه اونو کنسل کن تماما، یعنی هیچ نخره برای من. اوکی، باز این اوردر تایمینگ هم باید شما یاد بگیری، در نظر بگیری. اوکی، اوکی، اگزامپل که من برای تو گذاشتم اینا اوردر اکسیکیوشن، اینا فکر کنم چیزایی هستن که ببین بعضی دفعه موقعی که تو سفارش میذاری، سفارش بهت میگه اکسیکیوشن کردی، یعنی سفارش یا فیلد، یعنی سفارش دیگه تموم شد، کار خودشو انجام داد اینا. یا بعضی دفعه نگاه میکنی به سفارشت بهت میگه اوردر ریجکشن، یعنی اون سفارشی که تو کرده بودی دیگه تو بازار قبول نشد و یه چیزی تو اشتباه کردی، یا اینکه لیکویدو نداره که برات بذاره، یعنی خریدار نداره یا فروشیار نداره، برات میفرسته میشه ریجکتد. اوردر پارشل فیلد، یعنی اونایی که مثلا یه کمی تو مثلا نصفشو برات خریده نصفشو نخریده، اینطوری مونده. اوکی، اما اون مهم نیست. چیزی که هست با بهش میگیم اوردر بوک. اوکی، ببین عزیزان، موقعی که تو اکسچنج هستی، تو اکسچنج اوردر بوک اینطوریه. اوردر بوک به این معناست، موقعی که بهتون میگن اوردر بوک، اوردر بوک اینه که از یه طرف تو داری خریدار داری، از طرف دیگر فروشیار داری. اوکی، اگه نگاه کنی اینجا قیمتا رو نگاه کنی، قیمتا از اینجا که میری، موقعی که میخرن از خریدارا، اول بزرگترین قیمت بالا است، بعد دیگه قیمتا که میان اینجا هی کوچیک میشن، به خاطر اینکه مثلا ببین اینجا 128 دلار مثلا نزدیک 2000 خورده ای، نزدیک 2.47 اونجاست. اوکی، بعد که تو میای مثلا 127، یه قیمت دیگه که مثلا 217 را میفروشن، بیای پایین 120 126 که 123 دلار، 123 سایزشونه. بعد چیزی که اینجاست، این اوردر بوک ها به خاطر اینکه اینجا باینگ است، بزرگترین قیمت اینجا نشون میده، درست برعکس سل. طرف سل کوچکترین قیمت رو نشون میده. ببین اینجا مثلا 128 رو داریم، 129 رو داریم، 130 رو داریم، 131 رو داریم، همینطوری بزرگ میشه به خاطر اینکه قیمت ها بالا میره. به خاطر همین هم از موقعی که میبینی بازار میره بالا و پایین، همین اوردر بوک ها هستن. موقعی که من در مورد چیزا براتون حرف میزنم، تحلیل های سنتیمنت و تحلیل های احساساتی براتون حرف زدم، این اوردر بوک هست. ما به این اوردر بوک ها نگاه میکنیم، ما به این وضعیت نگاه میکنیم، ببینیم این سایز ها چقدرن، چه کار میکنن، چی هست چی نیست، طبق اون ما میدونیم اوکی سنتیمنت پوزیتیو هست یا نگاتیو هست. بعد اوردر بوک این معناست که یه دفتری اونجا هستن، تمام سفارشاتشون اونجا نوشتن با قیمت های مختلف. فقط فرقشون اینه که موقعی که بزرگترین قیمت برای خرید نشون میده و کوچکترین قیمت رو برای فروش نشون میده، بعد قیمت دیگه بالا میره و برای خرید قیمت دیگه پایین میاد. اوکی، الان اگه بریم در مورد تحلیل های تکنیکی حرف بزنیم، ببینید عزیزان، ما سه تا تحلیل داره، ببخشید اگه در مورد تحلیل رو حرف بزنیم، ما سه تا تحلیل داریم. یه تحلیلی بهش میگم فاندامنتال، یه تحلیلش بهش میگن تکنیکال، یه تحلیلش بهش میگن سنتیمنت. اوکی، تحلیل فاندامنتال همشون یک به یک براتون بحث میکنم، بعد میرم رو کندلا، اون چطوری کندلا رو بفهمید. اوکی، ببین فاندامنتال انالیز یا تحلیل‌های فاندامنتالی، مثلا شما خیلی این کلمه فاندامنتال رو شما میشنوی تو کلاب هاوس و تو جای مختلف اینا، اما به نظر من ترمینولوژیشو کلماتشو رو بعضی دفعه عزیزان اشتباهی چیز میکنن، یعنی منظورشون سنتیمنت آدم، اما میگه فاندامنتال. اوکی، یعنی تو حرف زدنشون، تو توضیحاتشون و منظورشون یه چیز دیگه، اما بهش میگن فاندامنتال. مثلا میگه اوکی اگه فاندامنتال عوض شد اینطوری میشه، منظورش اینه که سنتیمنت عوض شده. به خاطر اینکه این عزیزان نتونسته مسئله فاندامنتال و سنتیمنت رو از هم جدا کنه، من میخوام اینجا براتون جدا کنم. اوکی، ببین فاندامنتال دو تا چیز داره، یکی کمی داره، یکی کیفی داره، میگه کوانتیتیتیو اند کوالیتیتیو. اوکی، اینا
اینا خیلی خیلی واضح هست. یعنی تو مثلا تو کوانتیتی، یعنی تو مثلا نگاه میکنی اوکی این شرکت چقدر سود برده، سودش چقدر، مثلا چقدر پر سهم، برای هر سهم چقدر سود میده و چقدر پول داره و چقدر قرض داره و چقدر درآمد داره و اینا. مثلا چیزهای دیگه مثلا برای کیفی مثلا نشون میده، مثلا یه چیز که طبیعت اون شرکت چیه. مثلا میگیم یه شرکت نفتی، اوکی آینده یه شرکت نفتی چی هست، چیزایی تو که تو بازار باعث میشه که مثلا قیمت این شرکت بره بالا و اینا. به خاطر همین است که موقعی که ما میگیم آقا فندامنتال در مورد ارزش ذاتی است، فندامنتال این چیزا رو میخواد، ما چنین چیزایی نداریم برای ارزهای دیجیتال، پس ما نمیتونیم تحلیل فندامنتالی بکنیم برای ارزهای دیجیتالی. اوکی، حالا بریم تحلیل تکنیکی. ببین تحلیل‌های تکنیکی ما برای سه چیز انجام میدیم. تحلیل‌های تکنیکی، تحلیل‌های تکنیکی ما انجام میدیم، اولین چیز برای اینکه روند رو بدونیم، بدونیم آیا روند صعودیه یا سقوطیه، یعنی یا ریزش میکنه یا میره بالا. این یه چیز خیلی مهمه، بهش میگن ترند. اوکی، روندشون. دوم، تحلیل‌های تکنیکی ما استفاده می‌کنیم تا منطقه ارزشی باید پیدا کنیم، یعنی ما بهش میگیم مارکت استراکچر، اریا او والیو. اوکی، یعنی تو کجا نگاه کنی، کجا ببینی که اوکی این منطقه ارزشی برای من مثلا بخرم. اوکی، مثلا ما تو بیت کوین رو میگفتیم 3400 مثلا یه سپورت خیلی خیلی مهمیه، یه پشتیبانی خیلی مهمه. اوکی، اون یه منطقه ارزشی است. اوکی، ما میدونیم، ما پیدا کردیم اون منطقه ارزشی کجاست. اوکی، بعدش چی چیزی لازم داره؟ تو باید تحلیل های تکنیکی استفاده کنی برای اینکه ورود وارد بشی و خارج بشی. اوکی، تو موقعی که میدونی اوکی دور اطراف 3400 برای بیت کوین امروز پشتیبانی قوی است و اینا، اون موقع اگه دیدی شرایط بازار اجازه میده، تو چیکار میکنی؟ تو تحلیل‌های تکنیکی استفاده میکنی برای اینکه نقطه ورود تو پیدا کنی و نقطه خروج تو پیدا کنی. اوکی، موقعی که میگیم نقطه ورود، اوکی خیلی معلومه تو موقعی که میخری با چه قیمتی میخری، اما نقطه خروج، اینجا ما دو تا خروج داریم. خروج داریم برای تارگت، یعنی برای اینکه تو سود تو برداری، خروج داریم برای استاپ، یعنی ضررهای خودتون. پس ما دو تا برای هر دو تاشون از تحلیل‌های تکنیکی استفاده می‌کنیم. اوکی، کی خارج بشیم اگه تصمیممون غلط بود، کی خارج بشیم اگه تصمیممون درست بود. پس این سه تا چیزا ما تحلیل‌های تکنیکی استفاده می‌کنیم. این خیلی خیلی مهمه. اوکی، حالا بریم تحلیل‌های سنتیمنت. سنتیمنت همین چیزی گفتم، خیلی بعضی دفعه مثلا تو کلاب هاوس، تو جای مختلف شما میشنوید مثلا بچه‌ها میان میگن آ به نظر من از نظر تکنیکی اینجاست، اما ما باید به فندامنتال نگاه کنیم. منظورشون بدونید چیه؟ منظورشون سنتیمنت، منظورشون این نیست که فندامنتال مثلا ما بریم تحلیل‌های بنیادی بکنیم، اینا چنین چیزی نداریم. موقعی که میاد برای سنتیمنت، ما سه تا چیز داریم، سه تا فاکتور داریم که اونجا باید بهش نگاه کنیم، ببینیم آیا سنتیمنت پوزیتیو است. حالا اینجا اشتباه نوشتم نیوترال، نیچرال میبایستی نیچرال مینوشتم اینا، اگه اجازه بدید. نه حالا لازم نیست. بعد نگاتیو دیگه خودتون میدونید، موقعی که مثبت است و بی‌طرف است، یعنی خونسا است، یا اینکه مثلا منفی است یا نگاتیو است. الان در حال حاضر میبینیم که مثلا سنتیمنت برای ارزهای دیجیتال نگاتیو است، به خاطر اینکه یه اصلاح اومده و اینا. موقعی که پوزیتیو میشه مثلا تاثیرات دیگه داره و اینا. اما اگه تو یه تریدر حرفه‌ای باشه، بعد دات‌های مختلفی هست، چیزهای مختلفی هست که تو باید بهش نگاه کنی تا این سنتیمنت رو بهتر بفهمی و اینا. اما من کلی میگم براتون، سعیم کردم این داتا رو در اختیارتون بذارم. اوکی، این روزا شما چیزایی یاد گرفتید در مورد این تحلیل‌های سنتیمنتی که چطوری تو بازار تأثیر دارن. اوکی، حالا بچه‌ها شما همیشه که چارت رو اینجا نگاه می‌کنید، فکر کنم همیشه نگاه می‌کنید ببینید این کندلا چی هست، این کندلا چطوری کار می‌کنن، چی هست و چی نیست و اینا. من میخوام عمدن اینو اینجا گذاشتم، گفتم که بهتون نشون بدم. اوکی، ببین ما هر کندلی 4 تا 5 تا قسمت رو داره. اوکی، 5 قسمت. یک قسمتشو بهش میگن های،
یک قسمتش بهش میگن لو، یک قسمتش میگن بدنه، یک قسمتش میگن باز اوپن، یک قسمتش میگن کلوز. اوکی، ما دو تا رنگ کندل داریم، یک کندل داریم که سبزه، یک کندل داریم که قرمزه. کندلی که سبز داریم این به این معنا است، ببین بالا از اون قیمتی که باز شده، بالاتر از اون قیمتی که باز شده بسته شده. موقعی که قرمز یعنی اون از موقعی که بسته شده یعنی وقتش تموم شده، از قیمت باز شدن خودش کمتره. حالا شما موقعی که تایم فریم های چارتای خودتون رو میذارید رو 5 دقیقه، اینا به این معنی است که این کندلا وقت زمانیشون 5 دقیقه است، هر کندلی 5 دقیقه است. حالا اگه شما روی یه ساعت بذارید، این به این معنی است که هر کندلی مدت زمانش 1 ساعته. اوکی؟ پس این کندلا مدت زماناشون چیز فرماشون عوض میشه موقعی که شما تایم فریم تحلیل تکنیکی خودتون عوض میکنید. همیشه اون تایم فریمی که شما گرفتید تو چیزهای خودتون، تو چارتای خودتون، دقیقا همون تایم فریم اینجا نشون میده که چقدره. حالا فرض کن ما بگیم تایم فریم ما 10 دقیقه است، این به این معنی است هر یک از این هر یک از اینا 10 دقیقه است. یعنی به اندازه 10 دقیقه، مدت زمان 10 دقیقه داتا را گرفتن و چیز کردن، حساب کردن. اوکی؟ بعد موقعی که بگیم که ده دقیقه تازه شروع شده، چیزی که هست بهش میگن اوپن. یعنی این اینجا که پایین میبینیم برای این که بالا بسته، اینجا شروع میکنه 10 دقیقه اول اینجا شروع میکنه، یعنی اینجا باز شد. اوکی؟ بعد که باز میشه میره بالا و پایین و پایین، بعد یهو میاد پایین، میاد اینجا. اوکی؟ بعد دوباره برمیگرده میره بالا، میره بالا بالا بالا، میاد اینجا میرسه بالا و بالا، اینجا میرسه. بعد آخرین 9 دقیقه، یعنی بعد از این که 10 دقیقه بشه، میاد اینجا وای میسته، اینجا کلوز میکنه. اوکی؟ پس چی داریم؟ موقعی که باز میشه، موقعی که بسته میشه، و آخری بالاترین نقطش و کمترین نقطش. این ویک بهش میگن. اینایی که اینجا شما میبینید، خطایی که اینجا میبینید عزیزان، این خطا فقط برای اینه که بد بگه که بالاترین نقطه چند بوده و کمترین نقطه کجا بوده. اوکی؟ اما خود بادی یعنی خود بدنش نشون میده که از کجا باز شده و از کجا کلوز شده. اوکی؟ این برای موقعی که قیمت بالا رفته. حالا این که قرمز یعنی قیمت بالا شده، حالا این برعکس میشه. این چیکار میکنه؟ ما از اینجا، حالا این بگیم 10 دقیقه اول بود. اوکی؟ ما رفتیم 10 دقیقه دوم، 10 دقیقه دوم بازار داره میاد پایین. بعد 10 دقیقه دوم ما از اینجا شروع کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اینجا بستیم دیگه. ما از اینجا بستیم، بلافاصله ما از اینجا شروع کردیم. خب از اینجا شروع کردیم، یا اینطور باید بالا بریم یا پایین بریم. حالا این دفعه ما پایین رفتیم. بعد که اینجا شروع کردیم، این میاد اینجا کار میکنه، یهو دوباره میره اینجا بالا، یعنی اینجا های میکنه، یه های اینجا میگیره، یعنی بالاترین نقطه است. بعد دوباره شروع میکنه، میاد پایین، میره بازم میره یه نقطه پایین اینجا میگیره، این نقطه پایین میگیره، باز دوباره برمیگرده اینجا کلوز میکنه. اوکی؟ پس ببین ما 10 دقیقه اینجا شروع کردیم. اوکی؟ از اینجا 0 دقیقه شروع کردیم، رسیدیم اینجا شد 10 دقیقه. دوباره ما از اینجا 11 دقیقه شروع کردیم، رسیدیم اینجا شد 20 دقیقه. اما در این مدت 20 دقیقه ما اینجا تا این قیمت هم رفتیم بالا و تا این قیمت هم پایین اومدیم. اوکی؟ در برای یه چیز، برای این قرمزی هم همینطوری، موقعی که این 10 دقیقه که ما اینجا بودیم، ما به یک قیمتی داشتیم که بالاترین قیمتش اینجا بود، بعد یهو دیدیم کمترین قیمتش اینجا بود. اوکی؟ پس این 5 تا چیزای کندل شما باید خیلی خیلی قشنگ یاد بگیرید. اوکی؟ کندل یه مدت زمان باز میشه، بعد یه مدت زمان بسته میشه. اوکی؟ بین این مدت زمان دو نقطه دیگه میگیره، یه نقطه خیلی خیلی بالا، یه نقطه پایین. پایین و بالا نگاه میکنه، اما اون پایین و بالا تو بدنی نیستن. بدنی یعنی تو کی شروع کردی و کی بستی و
ویک یعنی موقعی که بین اون زمانی که تو بستی و باز شدی و بستی چیز شده، یعنی قیمت ها بالاتر از اون پایین تر از اون اومدن. پس همیشه این چیزا رو شما این کندلا رو میبینید، اینو لازمه که بدونی این کندلا چطوری هن. بعد بچه ها ما تحلیل های تکنیکی که همیشه شما نگاه میکنید اینا، همیشه ما یه چیزی هست بهش میگیم اندیکیتر. اندیکیتر امروز انواع اقسام مدل های اندیکیتر داریم، فیبوناچی داریم، مکدی داریم، آرسای داریم، نمیدونم خیلی خیلی ها داریم. اوکی، بستگی داره چه استراتژی شما استفاده میکنید، بستگی داره شما چطوری کدومشون براتون آسونه، کدومشون شما میفهمید، باید برای خودتون اونو استفاده کنید. اما چیزی که وجود داره همیشه این همه ایندیکیتورها برای هدفهای مختلفی درست شدن. توی یه چیزی خیلی خیلی قوی هستن، توی یه چیزی خیلی خیلی ضعیف هستن. یعنی تو نمیتونی یه ایندیکیتور رو بیاری بگی که اوکی این تمام چیزها رو برام میگه، امکان نداره. به خاطر همین همیشه من میگم اگه چارتای منو نگاه کنید، اگر دیدید چارتای من، همیشه من سه چهار تا دارم، چهار تا ایندیکیتور اونجا دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر یکیشون یه چیزی به من میگه، هر یکیشون یه چیزی برای من کنفرم میکنه. اما چیزی که من میخوام اینجا برایتون ساده بگم اینه که ما چهار تا نوع ایندیکیتور رو داریم. ایندیکیتور رو داریم مثلا برای ترند مثل MACD و مثلا مثل EMA که روند رو نشون میدن، فقط برای روند رو استفاده میکنن. ما داریم مثلا مومنتوم حرکت رو نشون میدن، اوکی، مثل RSI. ما داریم مثلا شماره سه برای اینکه نوسانات رو به نشون میدن، اوکی، نوسانات مثلا مثل ATR که ما برای چیز میخی، برای استراتژی میخی خیلی حرف کردیم. بعد ما اندیکیتر رو داریم که حجم رو نشون میده. پس عزیزان همیشه تو تحلیل های تکنیکی خودتون فرق نمیکنه تو کدوم اندیکیتر رو برداری، همه اندیکیتر ها خوبن، همشون خوبن. بستگی داره کدوم ایندیکیتر برات آسونه، تو کدوم ایندیکیتر رو میفهمی و کدومش با استراتژی تو میگنجه. اما باید تو سعی کنی اینقدر از این چهار تا نوع داشته باشی، یعنی روی ایندیکیتر رو نگاه نکنی. اوکی، باید اینا رو نگاه کنی که مثلا باید روند رو داشته باشی، باید حرکت رو داشته باشی، باید نوسانات رو نگاه کنی. مثلا نوسانات تو برای چی نگاه میکنی؟ برای اینکه مثلا نگاه کنی استاپ لوزایی که تحلیل تو میگه اون استاپ لوزا اوکی ان اوکی نیستن، یا مثلا حجم رو نگاه میکنی ببینی اوکی من دارم این تحلیل تکنیکی کردم، آیا واقعا حجمش اینقدر زیاده که به من اینو بده یا نه، یعنی این اجازه بده. پس هر ایندیکیتری که شما استفاده میکنید بکنید، اما سعی کنید این هدف ها را داشته باشید. اوکی، بعد میایم چیز نوع تریدینگ. و بچه ها همیشه شما میشنوید که جاهای مختلف میشنوید اوکی دی تریدینگ رو داریم، سوینگ تریدینگ رو داریم، پوزیشن تریدینگ رو داریم، سکالپلینگ رو داریم. اینا من خواستم اینو بذارم فقط براتون بگم که اینا به چه معنا هستن. اوکی، ببین سکالپلینگ یعنی اونایی هستن، تریدرهایی هستن که خیلی خیلی اکتیون، سودای خیلی خیلی کمی میبرن. اما بازم تو کلاب هاوس و جاهای مختلف من موقعی که بین عزیزان بعضی دفعا گوش میدم، واقعا من فکر میکنم که من هیچی بلد نیستم، به خاطر اینکه مثلا حرف سکالپلینگ رو میزنن و فکر میکنن اوکی آقا ببین من 20 پوند 20 دلار سود میبرم و نمیدونم چی میکنم. آقا سکالپلینگ به این معناست که تو از اسپرد استفاده کنی، یعنی اینقدر مهارت داشته باشی. اسپرد رو براتون گفتم، اسپرد چی بود؟ اسپرد فرق فروش و خرید بود، فرق فروش خرید بود. آقا اینا اینقدر استفاده میکنن، یعنی اونا اینقدر میخرن برای اینکه دو نقطه بره بالا بفروشن، سه نقطه، یعنی قیمتی که سل کرد مثلا سل دارن، قیمتی که سل خریدن همون که میره قیمت بای میفروشن، قیمت بای خریدن همین که میاد به قیمت سل بلافاصله میفروشن. اوکی، اینقدر یعنی اینقدر اکتیو کار میکنن. بس اینو قاطی نمیکنه. من نمیدونم عزیزان بازم اونجا سکالپلینگ رو چطوری برای خودشون تعریف کرده. سکالپلینگ یه تکنیک خیلی خیلی سخته، واقعا سخته، با روانت باید کار کنی، مثل کامپیوتر، مثل انسانی باید مثل یک کامپیوتر کار کنی. اما سکالپلینگ فقط اینه، بخاطر اینکه اونا از اسپرد استفاده میکنن، سودای خیلی خیلی کمی میبرن.
مثلا که همین اپل رو دیدید، مثلا من 5 دلار رو رفتم به خاطر اینکه فقط اسپرد بود و سودم و بردم و برداشتم، اینطوریه و ضررشون هم اینطوریان. اما با پولای زیادی میرن، با پولای کلانی میرن تو این کامپیوتر و سوپر کامپیوترهایی که تو اکسچنج هستن، اکثریتشون این اسکالپلینگ رو میکنن، اکثریتشون. اوکی، بعد ما داریم دی تریدینگ. دی تریدینگ اینا کسانی هستن که مثلا امروز یه چیزی میخرن با قبل از اینکه بازار بسته بشه میفروشن، یعنی میفروشن هیچی را بر مثلا هیچ هر چه امروز خریده باشن آخر روز تو چه ضرر بکنی چه سود ببری چه ضرر چه سود ببری چه ضرر میوه، همه پوزیشن های خودشونو میبندن و میفروشن، یعنی با روز شب دیگه تو هیچی نداری، تو روز دیگه هیچی نداری. به اینا میگن دی تریدینگ. سوینگ تریدینگ، سوینگ تریدینگ اونایی هستن مثلا امروز میخرن اوکی، اما امروز نمیفروشن، دو روز دیگه هم نمیفروشن، سه روز دیگه هم نمیفروشن، تا یه هفته هم نمیفروشن، میشینن روش نمیفروشن. به اینا میگن سوینگ ترید. سوینگ ترید یعنی تو نوسانات رو میگیری، نوسانات. نوسانات موقعی که میره بالا میگیری میاد پایین، مثلا میره بالا میفروشی، موقعی که میاد پایین دوباره میخری. به خاطر همین میگن سوینگ ترید. سوینگ ترید یعنی دنبال این نوساناتن، از این نوسانات استفاده میکنم. من خودم سوینگ تریدرم. اوکی، اما بعضی دفعه دی تریدینگ هم میکنم، اما نه به این معناست که من دی تریدینگ میکنم، نه، من یه پوزیشن رو مثلا بستم، من یه تارگت رو دارم، یهو میبینیم مدت زمان روز به اون تارگت رسید، من میبندمش دیگه، برش سودای خودم رو برمیدارم. اما این به این معنا نیست که من دی تریدینگم. اوکی، نه، این به این معناست. اوکی، سوینگ تریدر یعنی از یک روز تا یه هفته فرق نمیکنه. اوکی، پوزیشن تریدینگ اونایی هستن که هولد میکنن، اونایی هستن که مثلا میخرن برای یه ماه، دو ماه، یه سال، ده سال، یا اصلا نمیخوام بفروشن و اینا. اینا بهش میگن هولد، هولدینگ پوزیشن. یعنی تریدرایی که بعضی عزیزا هستن الان مثلا تو ارزهای دیجیتال، اینا مثلا میگن ما هولدیم، یعنی اونا نمیفروشن و نمیخرن، بلکه نگهشون میدارن. اینا بهش میگن پوزیشن تریدر. بس ما چهار تا نوع تریدینگ رو داشتیم، اسکالپلینگ و دی تریدینگ و سوینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ. ببین این اولیه خیلی خطرناکه، خیلی خیلی مشکله، بقیهشون دیگه بستگی داره به استراتژی خودشون. حالا اگه شما دی تریدینگ باشید، شما باید بدونی از تایم فریم های کوچک استفاده کنید. اگه سوینگ تریدر باشید، شما از تایم فریم های کمی دراستر باید استفاده کنیم، بخاطر اینکه شما برای روز نگاه نمی کنی. اما اگه دی تریدینگ باشه، شما باید دیگه از تایم فریم های خودتون نباید از 4 ساعت زیادتر باشید. معمولا 1 ساعت و 15 دقیقه شما باید نگاه کنید. اینا بستگی داره دیگه، این همه بستگی داره به استراتژی های شما. اوکی، چیزی دیگه از بچه ها، خیلی دفعه که من حرف میزنم به حس میکنم اوکی، من شاید اون حرف رو بزنم اما خیلی عزیزان نفهمن مسئله چیه. ببین ما یه ترمینولوژی داریم تو یه دو تا چیز هستن تو بازار که بهش میگن گاو خرس، اوکی، بول اند بیر. اما بهش میگن بولیش و بیرش. بولیش یعنی اونایی که طرفدار گاو هستن، بیرش اونایی که طرفدار یعنی اونایی که گاوی هستن و یعنی اونایی که خرسی هستن. اوکی، ببین بول یا بولیش، گاو یعنی به این معناست که یه بازار، روند بازار خیلی قوی از بالا میره. موقعی که روند بازار قوی از تو بالا میره بهش میگم بول. اوکی، بولیش یعنی گاوی. اوکی، همین که اینجا عکسشون براتون نوشتم. موقعی که ببین این سبزه، اوکی، موقعی که بازار میره بالا، اما موقعی که بازار میره بالا نه به معنای نوسانات. بولیش یعنی برای یه بازار استرونگ، یه بازار قوی که میره بالا بهش میگن بولیش. اوکی، موقعی که یه بازار که مثلا ضعیفه، خیلی ضعیفه، میاد پایین بهش میگن بریش. اوکی، پس موقعی که ما میگیم بولیش و بریش یعنی به این معناست که روند رو میگن، روند. بریش یعنی روند نزولی، بولیش یعنی روند صعودی، اما روندهای قوی، روندهای قوی برای سعودی، روندهای ضعیف برای بازار ضعیف، برای نزولی. اوکی، این کلمات خیلی مهمه. شما اگه دفعه دیگه شنیدید بول یا بولیش یا بر یا بریش یعنی گو خرس، به این معناست، یعنی به معنای روند بازار است. روند خیلی آسون. بعد ما چیزی داریم که مارکت کپ، مثلا میگیم کپیتالیزیشن،
خیلی شما شاید شنیده باشید در مورد دومیننس بیت کوین حرف میزنن یا مثلا مارکت کپیتالیزیشن رو شو حرف میزنن. اینا ما معمولا تو بازار تقسیم کردن بهش میگن لارج کپ، میدیوم کپ، سمول کپ. یعنی اونایی که مثلا لارج کپ کپیتالیزیشن مثلا اون سی شرکت های مثلا تو دون جونز و سی شرکت های مثلا تو جرمن سیتی و اینا که مثلا کپیتال خیلی زیاد داره. الان شماره ها یادم نمیاد اما اونو شماره های مخصوصی گذاشتن، یعنی شماره مخصوصی گذاشتن مثلا از این به این بهش میگن لارج کپ، میدیوم کپ، سمول کپ. سمول کپ یعنی اون شرکت های کوچک و اینا هستن، میدیوم کپ یعنی اون شرکت هایی که بین شرکت های کوچک و لارج کپ هستن. اینا همش به این معناست که چقدر سرمایه داره، یعنی قیمت هاشون چطوریه، چقدر سرمایه شون، یعنی که مثلا اگه تو بخوای یکی از اینا رو همه رو تو بازار بخری باید چند بخری؟ مثلا اپل الان کپیتالیزیشنش مثلا نزدیک 1 تریلیونه. اوکی، تو باید 1 تریلیون داشته باشی که همه اپل رو بخری. اینا مارکت کپ و مارکت کپیتالیزیشن به این معناست. اوکی، دست ایز بچه ها، در امروز براتون گفتم، خواستم اینو بگم که این چیزها رو فقط براتون گفتم که یکمی زبان چیز باشه، زبان این زبان رو یاد بگیرید، این ترم و چیزها رو یاد بگیرید، بخاطر این که جلسات دیگه من میرم رو استراتژی ها، جلسات دیگه من میرم رو استراتژی ها، رو تریدینگ، رو تحلیل های تکنیکی و رو چیزای دیگه بهتون یاد میدم. اما خواستم این جلسه فقط این باشه که شما با این ترمینولوژی، با این کلمات آشنا بشید، یاد بگیرید، تا اینکه براتون آسون بشه. عزیزانی که کمی براشون مشکل بود شاید دوباره میتونن به این نگاه کنن. من توی یوتیوب میذارم اینو، تو یوتیوب میذارم اینا. این کلاس اولیه کمی سخت بود بخاطر اینکه واقعا یه زبان فارسی من اینقدر خودش خوب نیست، بعد من میخوام یه زبان دیگه بهتون یاد بدم. اوکی، یه کمی مشکله، شاید بعضی جاها من مثلا مشکل داشتم و اینا به خوبی خودم رو بیان کنم اینا. اما جلسات دیگه اینطوری نمیشه بخاطر اینکه جلسات دیگه ما میریم تو واقعیت و جلسه دیگه من یه زبان یاد نمیدم، متوجه جلسات دیگه چیزای واقعی هستن و تو واقعیت من بهتون نشون میدم و یاد میدم. اوکی، تا جلسه دیگه شما همه رو به خدا میسپارم. مرسی که به من گوش دادید. Thank you for listening.